سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین این و من سمیرا شجاع هستم در آغاز چند خبر مهم اقتصادی شماری از بازرگانان بانو هستند که حکومت برای رشد و توسعه بازرگانیشان هیچ کمک نکرده است آنان میگویند با همکاری برنامه پروموت اداره انکشافی بین المللی آمریکا بازرگانی خود را پیش می‌برند بازودی دهلیس های هوایی میان افغانستان، امارات متحده عرب و ترکیه گشایش می مشاور اقتصادی رئیس جمهور غنی ایجاد این دهلیز را در افزایش صادرات کشور سودمند میداند. اتاق تجارت که ایجاد دهلیزهای های هوایی را در رشد صادرات سودمند میداند. تاکید بر میاری سازی تولیدات کشور دارد. و اینجا برای بحث بیشتر مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت اینجا با ما هستند آقای قوقندی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید سلامت باشین سلام خدمت شما سلامت باشین آقای قوقندی ایجاد دهلیز های هوایی میان افغانستان امارات متحده عرب و ترکیه دقیقاً چقدر میتونه برای رشد صادرات سودمند واقع شود بسم الله الرحمن الرحیم بسیار زیاد تشکر از یک سال گذشته وزارت صنعت تجارت در کل حکومت افغانستان تلاش ما بری داشتیم تا برای افزایش صادرات ما و رسیدن به موقع محصولات افغانستان خصوصا میوه های تازه و سبزیجات از راه های مختلف استفاده کنیم یکی از راه که بسیار زیاد موثر هست و با وقت کالا به دست مشتری می رسید ایجاد دلیز های هوایی است ما بار امتحانی یک دلیز ایجاد کردیم با هندوستان کابل دهلی بعد از او باز کابل مومبای یا قندار مومبای ایجاد کردیم پس از او کابل آلماته که اینا تانستن اما مشتری خوب را که میوه های افغانستان خصوصا در این کشورها داره بیشتر با قیمت بالاتر کاله های ما را بخره از اون لحاظ امسال هم برنامه های را رو روی دست داریم که باید اول بررسی کنیم و بازارها را کدام کاله های ما به با او بازارها با فروش میرسه و چگونه فروش داره بعد از این انشالله دلیس ها را ایجاد میکنیم که بررسی سه کشور دیگه تقریبا نهایی شده و چهار هم در راه است که ما ان با عربستان سعودی امارات متحده عربی و در آینده نزدیک یکی دو هفته آینده ان شاء اولین پرواز ممکن امتحانی با ترکیه باشه و پس از با آذربایجان و میرخیم کشورهای دیگه هم که ما ببینیم که اما پروسه فرستادن آتش های ما نهایی شد کامیابشان کامیاب شدن و این پروسه تکمیل شد از طرف رئیس جمهور معرفی شدن که آتش های ما برای یکی از وظایف عمدهشان بازاریابی و با کالاهای افغانستان هست و نظرسنجی میارهای و بازارها که چگونه کالا را با کدام میار قبول دارن که ما کالاهای خود بر اساس اون میارها تولید کنیم و به او 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 کشورها بفرستیم مطمئنا که بر افزایش صادرات افغانستان و کاهش واردات به افغانستان میتونه که با... ما... کشور مثل افغانستان که مهاد به خشک است در های هوایی یک راه خوب و مصر باشه آقای قندی در هوایی در تمام جهان از جمله راهی ترانزیتی پر هزینه هستند در اینجا بر افغانستان چقدر میتونه که پر هزینه در شرایط کنونی شما چگونه میبینید خب ببینین امروز مثلا امی تکنولوژی انتقالات از طریق هوا یا ساخت تیاره های با ظرفیت بالا در جهان مراوج شده و در جهان هم انتقالات از طریق هوا خصوصا در چند سال گذشته بسیار خوب رونق پیدا کرده و مفاد بیشتر هم داره امروز در کشورهای افریقایی بعض میوه های هست که اروپا بسیار به مشکل میوه ها را بعد قرار می خصوصا او میوه های که میوه های ای باشه و در گرم سیر باشه اما بازار خوب در اروپا داشت امروز از طریق همی غول های هوایی یا شرکت بزرگ هوایی یا تیاره های بزرگ این میوه ها بعد از پروسس و بستبندی تا پست کنده میشن در آفریقا یا فرستاده میشه به شهرهای مختلف در کشورهای اروپایی از اول هاست در افغانستان هم کشور چون مهاد خشکه هست و اگر ما بدون شک های ترانزیتی زمینی هم داریم اما ای که اونا زمانگیر هستند که برای یک هفته در روز یک ماه تا که میوی ما به با او بازارها میرسه بهترین رایش بهترین گزینش بر افغانستان ایجاد دلیس های هوایی خاطر انتقال میوه های تازهش به کشورهای مختلف است. بله. آقای چقدر در کنار ایجاد دهلیز های هوایی بالای استانداردسازی تولیدات باید تلاش بشه؟ مطمئنم که یکی از تلاش های ما یکی از برنامه های ما یکی از اولویت های ما با اداره ملی نورم استاندارد اتاق صنایع مادن، اتاق تجارت و صنایع اتاق تجارت زنان و تمام سکتور خصوصی صادر کننده میوه تازه و خوش و سبزیجات همی بوده که شما تلاش کنین تا سرمایه گذاری بالای بستبندی و, و تولید میاری هم بکنین مثلا امروز ما با وزارت زراعت مالداری و بیاری برنامه های مشترک داریم روی ازی صحبت میکنیم که کالاهایی که تولید میشن اگه و انار از زردالو هست خصوصا کاله های درختی و میوه های تازه ما بر اساس استاندارد هایی که در منطقه و جهان از باید تولید شود و در بسته‌بندی از اون ببینید که ما امروز بیش از 10 تن زعفران تولید داریم ما یک کشور هستیم که در 5 سال گذشته زفران ما به کیلو بود در افغانستان که تولید میشد و بیش از 20 سال 25 سال ما سابقه کشت زعفران در افغانستان نداشتیم امروز ما 10 تن زمان که زعفران داریم و زعفران ما از کیفیت بالای برخوردار است باید در بسته‌بندی از هم توجه صورت بگیره که بر اساس تناسب که در بازارهای منطقه است و خواست مشتری ما باید بسازیم از همون لحاظ میاری سازی و استاندارد سازی و اما لابراتار هایی که کاله ها را چک میکنن از طرف سکتور خصوصی و حکومت در حال ساختن است تا که ما بتانیم بر اساس همو استاندارد های کونا میخواین کالا را برشان تولید کنیم و عرضه بداریم دلیس های که در گذاشته میان افغانستان قزاقستان و افغانستان دهلی بود دقیقا چقدر توانست که نتیجه خوب بدن بال داشته باشه؟ مطمئنا ما میخوایم که پرسش شما سکتور خصوصی هم بکنیم بدلیل لذی که حکومت افغانستان و وزارت صنعت و تجارت تسهیل کننده هست از اولو حاض ما بنابی خودی را یک بفال نیک و یعنی دوران تجارت ما با هندوستان که بعد نظر بگیریم 60 درصد صادرات در برابر 40 درصد واردات هست و نسبت به سال گذشته نسبت به سال 1395 تا 1396 ما بیش از 50 درصد خصوصا صادرات میوه تازه ما به هندستان افزایش پیدا کرد ای آمارایی هست که نشر شده ای خودش نشان میده که بسیار موثر بوده همین رقم چند پروازی که به قزاقستان یا الماتی صورت گرفته مطمئنا که پروازهای بیشتر دیگه هم کاله کالاهای صادراتی افغانستان حجمش و مقدارش یا هزینه که به قزاقستان صادر میشه او هم شان افزایش خواهد یافت مثل که در سال گذشته ما بیش از هفتاد یا 75 هفتاد پرواز داشتیم به ممبئی و دهلی امی هم به شهرهای دیگه قزاقستان هم آغاز خواهد شد و نشان می بعد از مدت که یک سال یا شش ماه تیر که چقدر باز مثل که در اندوستان ما بر شما گفتم که بیش از پینجا درصد صادرات میوی تازه ما نسبت به سال گذشته که دلیز هوایی نبود به اندوستان افزایش یافته یا خودش یک رقم درشت هست نشان می که دلیز های هوایی در شرایط کنی می جا گوی صادرات افغانستان با کشورهای خوستن با کشورهایی که دورتر از ما است باشه. دقیقاً دلیل های هوایی چقدر میتونه که بهتر باشه به که تولیدات ما بره به کشورهای بیرون و در اونجا بازاریابی شوه دقیقاً و در کدام کشورها در حال حاضر بیشتر تولیدات ما میره و بیشتر علاقه مند خود بله ما کالاهای افغانستان صادرات ما حدوداً به 60 کشور صورت میگیره که اگر ما می در شرایط کنونی که بر اساس میارها مادگی خدا داشته باشیم با از کشور دنیا صادرات داشته باشیم چون عضو سازمان تجارت جهانی هستیم اولی که تولید کالای ما است که ما کیفیت و کمیت بالا بریم دوم که استاندارد سازی است اما شرکای بزرگ ما در منطقه که صادرات داریم پاکستان، هندوستان، ایران، آسیای میانه، استرالیا، روسیه، امریکا و اتحادی اروپا و کشورهای مختلف از همین رقم که شت کشور ما بر شما نام گرفته نمیتونم هدف ما از ایجاد دهلیس های هوایی به کشورهای سالس است یعنی از ما دورتر که قرار دارن وقتی که همسایه ما هست بدون شک که ما مرزهای ما سرحدای با اونا داریم با اون مشکل نیست و هر از گاهی اگر مشکل هم پیدا بشه حل میشه صادرات ما با اون کشورها صورت میگیره اما با کشورهای دورتر که میره بر شما کشورهای افریقایی را مثال دادم با کشورهای دورتر که نیازمندی به کالاهای افغانستان اگر باشه به دلیل ازی که بیشتری تولیدات داخلی افغانستان خصوصا میوه‌جات و سبزیجات شد اینا طبیعی و ارگانیک هست از امله لحاظ قیمت بالاتر و بازار خوب در دنیا داره زمانی که اتشه های ما میره و اونجا اول بازار بررسی میکنن و بعد از او با کدام استاندارد ها اینا کالا نیاز دارن چون کالا های خوراکی و زراعتی است همه سرتفکت ها نیاز است و هر کشور بر اساس هم وضعیت کشور خود سرتفکت های مختلف را میخواید از اول ما اول آمادگی خود میگیریم که با او خود ایار بسازیم پس از او با او بازارها از طریق هوا و از طریق زمین صادرات میکنیم برای تقویت صادرات باید چه چه بشه؟ بر تقویت صادرات استراتژی ملی صادرات افغانستان تقریبا یکونی ما پیشتر از طرف شورای عالی اقتصادی تحت ریاست جلماب برای جمهور افغانستان تصویب شد و عملی است بر پنج سال آینده از 2018 تا 2022 در این استراتژی تمام سهولت های را که در منطقه و کشورهای بیشتر در برابر صادرات خود اصولت ها را ما ایجاد کردیم در گذشته اگر یک کالا شما از افغانستان صادر میکنید ده مرحله یا ده پروسه را طی میکردین تا کالایتان آماده صادرات شود او را به چهار مرحله کاهش دادیم تمام کالاهای صادراتی افغانستان از پرداخت فیس و تکس و مالیه به دولت افغانستان معاف هستند به خاطر تشویقیشان است و در پالی از او کالاهایی که یا مواد خامی که به به صنعت افغانستان نیاز است در افغانستان به پخته تبدیل میشه اینا تکس مالیش از 8 درصد در سال پیش به 1 درصد کاهش آمد و ماشینری را که به خاطر صنعت افغانستان داخل افغانستان به اینا از تکس مالی معاف هستند ما کارهایی را کردیم و هدف ما حمایت از تولیدات داخلی ما افزایش صادرات بود یعنی بزرگترین نمونهش ما گفتم میتونیم که در یک سال گذشته با تلاش هایی که از طرف وزارت صنعت تجارت صورت گرفت تدوین استراتژی ملی صادرات افغانستان بود که تقریبا در شش زون افغانستان به خاطر نظرخواهی ما رفتیم و از تک تک سکتور خصوصی که به نحو اونا دخیل هستن بر صادر کردن کالای افغانستان به بیرون از افغانستان نظریات از او گرفته شد از امول لحاظ مطمئن هستیم که استراتژی پس از تصویب که امروز مریول اجرا هست میتونه که صادرات ما را امسال در سال 97 یا 2018 نسبت به سال پیشتر با هم بین 15 تا 30 درصد سال همه بیشتر کالای صادراتی ما به پاکستان صادر میکنیم و بیشتر از جمله میوجات است و زمانی که فصل میوه میرسد پاکستان هم سال چالش ایجاد میکنه آیا باز هم همین ام چالش وجود خواهد داشت یا راه حل پیدا کردن شما چه خوشبختانه سوال میشه. خوبی مطرح کردین دو روز پیش حیات الرد بی از وزارت صنعت و تجارت افغانستان با سکتور خصوصی به پاکستان سفر داشتن یک نامی جدید امضا شده که روی سه مسئله که ما با سکتور خصوصی ما تاکنون مشکل داشت اونجا بحث شد و هم شد که در کل به نفع افغانستان هم هست اولی که تکس مالی های را که اونا بر میوجات تازه و خشک و سبزیجات ما در اکتبر سال 2017 اونا اه، اه، گذاشته بودن او از بین رفت دیگه او را نمیگیرن مثل سابق شد با مالی اول و سند قرنطینه که اونا باز هم دو سه ماه میشد که یک سند قرنطینه وزارت زراعت پاکستان خواسته بود و اما سرتیفیکت یا سند قرنطینه که افغانستان میداد دوره حداقل اونها باز شروط مانده بودن این دوباره این مشکل هر شد دیگه نیاز نیست اما سند قرنطینه یا سرتیفیکت را که ما در گذشته میدادیم بر سبزیجات و میوجات ما اما قابل پذیرش است و صادرات ما امسال نسبت به سال گذشته مطمئنا که به پاکستان افزایش خواهد داشت در پالی از او مشکل پخته ما یا پنبه ما بود که صادراتش بنابر هر دلیل به با پاکستان تا توقف یافته بود او هم دوباره صادراتش از سر گرفته شده این سه نکته بسیار مهم بود که در این دو روز پیش که موین تجارتی وزارت صنعت و تجارت به پاکستان سفر داشتن با یک هیئت اول از حکومت افغانستان و سکتور خصوصی این موافقت نامه جدیدا تفاهم نامه امضا شده و مطمئن هستم که با تطبیق از که بعد از امضا شدن مطمئنم که مریلوجرا هست روابط تجارتی یا دوران تجارتی با پاکستان سر از نو گرفته رو به افزایش خواهد بود آقای بیشتر تفاهم نامه‌ای که با پاکستان امضا میشه از اون پاکستان بیشتر نفع میبره در این تفاهم نامه چگونه هست آیا تضمین وجود داره که باز هم از این تفاهم نامه پاکستان نفع بیشتر خب در گذشته اگر مشکلاتی ایجاد میشید نه تنها که افغانستان اگر متضرر میشد خود پاکستان هم میشد این فقط نامه که امضا شده مطمئن هستم که روابط تجاری یک جان زنده بر روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان میبخشه و این دیروز امضا شدم من مطمئن هستم که با عملش چون بعد از امضای عملی هست در گذشته عملی بود و در یک سال گذشته این سه مسئله جدید از طرف پاکستان با وجود آمد که دوباره اونا او یمی یعنی سه مسئله را که ایجاد کرده ای دوباره برداشتن یا مشکل حل شد مطمئن هستم که امور رقم که پالیسی ما یا سیاست ما در وزارت صنعت تجارت ایجاد همکاری های اقتصادی و تجارتی در منطقه با تمام کشورها می باشه و حلقه اول اقتصادی ما کشورهای همسایه و منطقه ما هست از امول حاض ما همیشه دید مایی بوده که با تمام کشورها سیاست یکگانه و دید خوبی داشته باشیم که من مطمئن هستم یک دسارد بزرگی است که یه حیاتی که از افغانستان رفته بودن که به نفع سکتور خصوصی و به نفع صادرات افغانستان خواهد بود خیلی خوب چالش هایی که در عرصه صادرات وجود داره دقیقاً کدام ها میتونه باشه خب من مطمئن هستم که همه چیز حل نمیشه به با یک بارگی اما کارهایی اما که در... چقدرش در... در سال روان حل خواهد شد امی که استراتژی ما استراتژی ملی صادرات ما تطبیق شد و تقریبا به چهار مرحله کالا یک کالا زیر یک سقف صادر میشه و اگر شما باید داشته باشین رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این پروسه رو در میدان بین میدان هوایی بین المللی کابل افتتاح کردن امسال ما سهولت های رکا آوردیم و پیش بینی هایی که داریم مطمئن هستیم که به خیر صادرات ما بیش از 900 میلیون دلار خواهد شد در سال جاری و یا نزدیک به یک میلیارد دلار چون در سال گذشته یا در سال 1396 ما نزدیک به 800 میلیون دلار صادرات داشتیم که در در 17 سال گذشته بی‌نظیر بوده و اینقدر صادرات نداشتیم از اون لحاظ وقتی که این سهولتای را که امسال ما آوردیم مطمئن هستیم که بین 15 تا 30 درصد نسبت به سال 96 در سال 97 صادرات ما افزایش خواهد داشت <تصفح> خب ما ب... سالانه ده میلیارد دلار صادرات واردات داریم و کمتر از 600 میلیون دلار واردات دقیقاً عدم توازن میان صادرات و واردات چقدر میتونه که نگران کننده باشه مطمئن. و این امسال برای حلش چه باید باشه؟ مطمئناً که بر ما قابل و پذیرش نیست که ما متأسفانه بیلانس دوران تجارت ما بیلانس تجارت ما منفی 81 درصد منفی هست از اون لحاظ برنامه‌هایی که ما روی دست داریم این است که سرمایه گذاری های بالای چند سکتور بسیار عمده افغانستان جذب کنیم با همکاری وزارت مادن و پترولیم، وزارت زراعت مالداری و بیاری و اداره های دیگه افغانستان دو بخش ما میتونیم که به کمترین زمان در آینده نه چندان دور در سه 4 سال آینده که در این بخش اگر ما سرمایه گذاری و واقعا جذب کرده بتونیم و سهولت های بیشتر را آوردیم که جذب کنیم انشالله ما میتونیم که امی منفی 81 درصد صادرات خود منفی تجاری خود به مثبت تبدیل کنیم ما امروز حدودا کم بیشتر از دو میلیارد دلار مواد نفتی که اکثرش از بیرون میشه وارد افغانستان میکنیم تقریبا از 500 تا یک میلیارد دلار مواد ساختمانی و همین رقم تقریبا با یک میلیارد لبنیات و گوشت وارد افغانستان میکنیم و اگر ما بتوانیم دیم سی بخش که ایجاد فارم ها و ایجاد فارم های مقداری گاوداری و در پالی از او در بخش سمنت و سیخ گل سرمایه گذاری خوب صورت گرفته باز هم سرمایه گذاری کنیم و مهمتر از او استخراج منابع زیرزمینی خصوصا نفت و گاز ما که ما در داخل افغانستان باشه اینا رو جلوشه بگیریم من مطمئن هستم که این 81 درصد منفی بیلانس ما با مثبت تبدیل خواهد شد خب ایجاد دلیز های و هایش میان افغانستان امارات متحده عرب ترکیه چقدر میتونیم امسال چالش هایی که بازرگانان داشتن یک مقدارش ها. این های کرد. خب ما از طریق قوا هم به ترکیه هم به امارات متحده عربی هم به عربستان سه دلیز است که تقریبا بله. اه, تا یکی دو هفته آینده ان افتتاح خواهد شد و بعد از آذربایجان و بعض کشورهای دیگه هست ما صادرات از طریق هوا داشتیم اما او از طریق دایره های مسافربری انتقال پیدا میکرد که یک اندازه هزینه انتقالات بیشتر بود از اله ها که شما دقیقا دلیس های هوایی به خاطر انتقالات کالاها ایجاد میکنین و اما های کارگو هست نه مسافربری نقش بسیار خوب خاطر کاهش بیش از 50 درصدی یا هفتاد درصدی در قیمت ها داره زمانی که قیمت ها پایین میایم مطمئن هستم که کالای بیشتر را سکتور خصوصی ما آماده میکنه که به یک کشورها صادر کنیم از اون لحاظ وقتی که کالای بیشتر رفت مطمئنا که اسعار بیشتر داخل افغانستان میه و رقم صادرات ما افزایش پیدا میکنه من خوشبین هستم که در یک کشورها هم بازارهای خوب داریم و خاطر خصوصا میوه و سبزی و بیشترین تلاش ما بر میوه تازه و سبزیجات ما چون اگر ما نباتات طبی باشه یا سنگ باشه یا قالین باشه اگر یک کم دیرتر هم برسه که مشکل نیست اما تلاش ما این بوده که ما با ایجاد ازی در پلی از که میوجات و سبزیجات خود از صادر کنیم اما مشتری ما دیگه سه چهار ماه منتظر قالین افغانی یا قالین دستبافت زنان افغان نباشه همین یعنی رقم صنایع دیگه که داریم با کمترین زمان زمان که مشتری ما نیازمند است ما برش کالای افغانستان برسانیم میتونه که درلیس های یا ایجاد درلیس های هوایی مشتری های بیشتر را ما جذب کنیم ببینیم وقتی شما در بازار میرین دیگه منتظر یک هفته نمونید تا یک لباس که شما نیاز کف یا کفش را نیاز یا این اگر یک وسایل خانه باشه از اول هازی دل ها میتونه که بر مشتری ما در کمترین زمان کالا را به دستشان قرار بده از بسیار مهم است و آقای در برنامه و خیلی کوتاه بر از اینکه دل نتیجه خوب بدین بولد شده شد خن چگونه برنامه‌ریزی شود دقیقاً برنامه‌های شما چه باید باشه و تلاش های حکومت بعد از این تلاش های ما است که ما با شرکت های بیشتر موافقت داشته باشیم و با شرکت ها تیاره های خوبی داشت در اختیار ما قرار بده که ما به وقت و زمانش کالاهایی را که با او کشورها صادر میکنن سکتور خصوصی ما او را صادر کنیم پیام ما به سکتور خصوصی ما است که باید در بسته‌بندی و معیار تلاش بیشتر را بکنن تا اما مب... م... کالای یا تولیدی که به نام افغانستان میره واقعا که نماینگر فرهنگ و رسوم و و استاندارد های افغانستان باشه که بازارهای خوب پیدا کنه خیلی سپاس مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت از شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز برس. حال توجه کنید بنر خشمار از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 70 افغانی با 94 پول یک یورو 84 افغانی با 75 پول یک پوند انگلیسی 96 افغانی با 9 پول یک در همه عمارات افغانی و 8 هزار تومان ایرانی ده افغانی و هت پول هزار کلدار پاکستانی 59۰ افغانی و هزار کلدار هندی ه و این هم قیمت تله یک رامترای وایتی 2500 افغانی یک گرم طلای سنگاپوری 2390 افغانی یک گرم طلای بحرینی 2530 افغانی یک گرم طلای عربی 2400 افغانی یک گرم طلای ایرانی 1900 افغانی و یک گرم طلای روسی 1940 افغانی با این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر پنجاب افغانی یک بوری خارجی 1180 افغانی یک یک بوری برنج خارجی دو افغانی و بیست یک لیتر تیل پتنول جهل و و یک کیلو گاز چهل و هشت سپاس از همراهیتان تا تا برامی بعد خدا نگه